با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. پرستو صالحی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، برای همیشه از ایران مهاجرت کرد. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. پرستو صالحی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، با انتشار یک ویدیویی در پیج اینستاگرامش خبر از مهاجرتش از ایران داد. پرستو صالحی، بازیگر 44 ساله که بیش از همه با حضور در سریال قدیمی و خاطر انگیز زیر آسمان شهر شناخته می شود، در چند سال گذشته با پست گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام با هوادارانش ارتباط برقرار می کرد. پرستو صالحی در پیج اینستاگرامش عکسی از دریچه پنجره هواپیما گذاشت و در توصیف آن نوشت: گاهی برای بودن باید رفت. تا اینکه پرستو صالحی با انتشار یک لایو اینستاگرامی اومد و گفت: بله دوستان عزیز، من یه مدتی هستش برای همیشه از ایران مهاجرت کردم، البته به همراهی خانواده‌ام. دیگه خسته شده بودم از اینکه هر بار زنگ درمونو میزدن مادرم میترسید و به هم میگفت بازم برگه احضاریه برات اومده. مرده بودم از استرس، خسته بودم از این همه جواب و دادگاه و اسمس دادگاه. من آدم مهاجرت نبودم و اصلنم هیچ وقت به مهاجرت فکر نمی کردم، نه تحصیلی نه برای زندگی. ولی قبلا به هم میگفتن تو کی مهاجرت میکنی؟ تو کی برای همیشه از ایران میری؟ هر وقت اینو به هم میگفتند کلی میترسیدم و میگفتم آخه من دلم نمیخواد از کشورم برم، من کشورم رو دوست دارم، اون یه نفر چرا من باید باشم که از کشورم برم؟ پرستو صالحی در ادامه با گریه گفت: من به خاطر بیهجابی و این حرفا کشورم رو ترک نکردم. من به خاطر مشکلاتی که داشتم و دیگه خسته شده بودم از این همه احضاریه دادگاه اومدم خارج از کشور. تو آخرین لحظه هم همین اسمس های احضاریه دادگاه برام می اومد. ولی خب من بالاخره به همراهی مادرم کشور رو ترک کردم. الانم قراره اینجا زندگی بکنم و زندگی مثل آدم های عادی باشه. نیومدم برای خوشگذرونی و اینطور چیزا. خیلی برام سخته دل کندن از کشورم. واقعا باورم نمیشه که هنوز کشورمو ترک کردم. من عاشق ایران و مردم کشورم بودم. همچنین پرستو صالحی در ادامه صحبتهاش گفت: متاسفم مردم از این که من برای شما عزیزان نتونستم کاری بکنم. خیلی سعی کردم پستای اینستاگرامی بذارم، لایو بذارم، ولی بازم نتونستم صدای شما بشم. پرستو صالحی هم مثل بسیاری از بازیگران ممنوع کار بود و سالها در خونه و با تبلیغات اینستاگرامی زندگیش رو سپری میکرد. پرستو صالحی هم جز بازیگران معترض به صدا و سیما و سینما و تلویزیون کشورمون بود. پرستو صالحی یکی از بازیگران پرحاشیه سینما و تلویزیون کشورمون بود که علی‌رغم دلسوزیش برای مردم، البته به گفته خودش، منتقدان بسیار زیادی هم داشت. پرستو صالحی در قاب تلویزیون در برنامه احسان علی خانی جنجالی به پا کرده بود. پرستو صالحی بعد از مهاجرتش در لایو اخیرش با گریه گفت: من همیشه دوست داشتم وقایع مهم زندگیمو خودم برای شما دوستانم و همراهانم تعریف کنم تا اینکه از زبون یکی دیگه بشنوید. من با حقیقت‌های زندگیم شما رو آشنا می‌کنم تا پشتم حاشیه سازی نشه. پرستو صالحی با نام اصلی الهام صالحی، متولد 9 آبان 1356 در تهرانه. مادر پرستو صالحی خونه‌دار و پدرش تکنسین مهمات سازی ارتش که 9 فروردین 1387 درگذشت. یک برادر به نام امیر شاهین داره که مهندس کامپیوتره. پرستو صالحی دانشجوی انصرافی رشته نمایشه. او در حال حاضر با مادر و برادر و همسر برادرش مرال باخشیرین که مهندس الکترونیک هست یک جا زندگی میکنه که ظاهراً همگیشون به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کردند. و اما حواشی به هم خوردن عقد پرستو صالحی.
پرستو صالحی چند سال پیش اعلام کرد که به علت نداشتن توافق متقابل با همسرش مراسم عقدشون به هم خورده که در تاریخ 4 بهمن ماه 1397 این عقد سرانجام نگرفت. پس از اینکه پرستو صالحی خبر ازدواج خودش رو رسمی کرده بود، شایعات بسیار زیادی پیرامون اینکه همسر او نوید حیدری هست شکل گرفت که با تکذیبیه تند خود خانم صالحی مواجه شد. اما علت کمکاری پرستو صالحی در سالهای اخیر، پرستو صالحی در اظهاراتی جنجالی علت کمکاری خودش رو این چنین گفته بود: اگه نگم دق میکنم، همش میگن چرا کمکاری، چرا نیستی، چرا مثل سابق پرکار نیستی، چرا چرا چرا، من چه میدونم کدوم بازیگریه که دلش نخواد بازی کنه، کدوم بازیگریه که دلش نخواد تو کارهای خوب ظاهر بشه، کدوم بازیگریه که دلش نخواد با آدمهای حرفه یا درست و درمون کار کنه، کدوم بازیگریه که دلش نخواد دیده بشه. پرستو در ادامه گفت: دور از جون تهیه کنندگان و کارگردانان و هنرمندان فرهیخته کشورم که هممون میدونیم چه کسایی هستن و چه کسانی نیستن و فقط ادا و اداشون رو در میارن، به یک تهیه کننده سرشناسی از سر درد و دل گفتم دلم یک کار طولانی میخواد. گفت: اونیم که بهت کار طولانی بده خلاصه باهات کار داره. به قول مرحوم شکیبایی، وای. ولی من هنوز ایمان دارم که تو هنر هفتم هستن انسان‌هایی که بی درخواست و نیاز فقط و فقط به کارشون فکر میکنن. متاسفم از وجود کسایی که هنر پاک آریایی رو با ناحیه 10 قدیم تهران اشتباه گرفتن. پرستو صالحی به همراه برادرش امیر صالحی با حضور در 18 قسمت از برنامه ماه عسل در رمضان سال 1395 از احتیاط پدرش به مواد مخدر گفت. پرستو صالحی دردسرهای زندگیش رو این چنین گفت: دردسرهای زندگی ما از یک منقل و دوستهای پدرم شروع شد که انتهاش به اینجا ختم شد. سرطانی بود که در زندگی ما افتاد و خوشبختی خانواده من رو ازم گرفت. پرستو صالحی در ادامه صحبتهاش در برنامه احسان علی خانی گفته بود: مادرم اولین بار که متوجه شد پدرم معتاده، اون موقع من 8 بودم. همچنین برادر پرستو صالحی امیر گفت: از مرکز توجه پدرم دور شدیم. فقط پدرم با دوستاش دور هم بودند و بیشتر در مسافرت ها این کار رو انجام می دادند و اسمش رو می زاشتن تفریح. پرستو و امیر صالحی در برنامه احسان علی خانی گفتند: ما نیومدیم که پدرمون رو بدنام کنیم و بگیم پدرمون بده. اومدیم بگیم که اعتیاد پدر ما رو ازمون گرفت. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک، در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و نظراتتون رو راجع به پرستو صالحی و مهاجرتش و صحبت‌هاش و زندگی شخصیش در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.